درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم 21 ماه پس از آغاز نقض برجام از سوی رژیم ایران رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه اسپانیایی ال گفته است که تهران در حال حاضر به حداقل مواد مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی دست یافته است اما برای تولید آن به موادی بیش از این نیاز دارد وی ای حکومت ایران را متهم کرده که برای فشار بر غرب بازرسی های این نهاد را گروگان گرفته است او میگوید دسترسی به داده های لازم برای راستی آزمایی فعالیت های ایران مستلزم بازگشت تهران به تعهدات برجامی است یادآور می شود که بر پایه یک نامه فنی که در سفر سوم اسفند مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران امضا شد، بازرسان آن نهاد برای سه ماه به طور روزمره و مستقیم به داده های مربوط به فعالیت های هسته ای حکومت ایران دسترسی ندارند. بر اساس این توافقنامه، رژیم ایران اطلاعات فعالیت های حسده ای و فیلم دوربین های نظارتی آژانس را سه ماه نزد خود نگه می‌دارد و در صورت آنها را به بازرسان ارائه می کند که در این مدت توافقی برای لغو تحریم ها به دست آمده باشد. مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه گفته است که توافق هستهی قدیم با ایران مرده است. تأکید کرد که تنها راه پیشرفت امضای توافق جدیدی در این زمین است. این در حالی است که تلاش ها از سوی کشورهای اروپایی برای احیای توافق هستهی با ایران ادامه دارد. گروسی تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاربرد مسئله بازرسی تأسیسات هسته‌ای به عنوان اهرام فشاری از سوی ایران را نمیپذیرد وی در ادامه هشدار داد مقامات ایرانی از درصدهای مورد قبول غنیسازی اورانیوم تخطی کرده و فراتر رفتند گروسی تاکید کرد میتوان گفت که تهران دست کمی از مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای را تولید کرده است در همین راستا نیز روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی غربی گفته است که حکومت ایران تلاش دارد ابعاد واقعی برنامه هسته‌ای خود را از دنیای خارج پنهان کند و این خود گواه آن است که تهران قصد ندارد به تعهدات بین‌المللی خود تحت شرایط برجام عمل کند. طبق این گزارش، تجهیزات مخفی شده وسایل پمپاژ، قطعات یدکی سانتریفیوژ و ماشینالات مورد استفاده برای سازی اورانیوم و ساخت سلاح هسته ای را شامل می شود. در ادامه این گزارش آمده است که مقامات ایران اقدام به ذخیره سازی مخفیانه موادی مانند فیبر کربن در سایت های خود کرده که می تواند در تولید سانتریفیوژ های پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. حکومت ایران در حالی با گام های متعدد خود بازگشت به برجام را دشوارتر کرده که سخنان ظریف و روحانی نشان داده است که دست کم دولت خواستار دستیابی به توافق و رفع سریع تحریم های آمریکا هستند. محمد نوریزاد در پیامی از زندان اوین به مردم ایران گفت در یک گام بزرگ ملی به صندوق های رگ این نظام پوسیده پشت کنید. محمد نوریزاد آزادی خواه و یکی از امضا بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای در ملاقات کابینی با همسرش فاطمه پیامی را به مردم ایران تقدیم کرد. وی در این پیام این گونه آغاز کرد. درود مردم خوبم. از هر قوم و نژاد مبادا به رأی دادن بیاندیشید در یک گام بزرگ ملی به صندوقهای رأی پوش کنید و بگذارید گنده های زیرخاکی این نظام پوسیده هر خاکی که میتوانند بر سر مردم ایران بیافشانند این فعال سیاسی در ادامه گفته است ما مردم گنگ و خواب زده نیازمند این خاک برسری بزرگ ملی هستیم و تا زمانی که دست بر قبار روبی خاکی که بر سر خرد و کلان افشاندن نبریم و قبار از چهره خورشید دانایی و آگاهی پس نرانیم همچنان خاک بر سریم و همچنان زلیل و زبون مشتی موجودات خاکی و عتیقه نوریزاد افسوده است اگر دوست دارید خاک بر سر باشید بروید رأی بدهید و اگر دوست دارید چشمتان به جمال خورشید فهم و شعور و آگاهی و دانایی روشن شود باید و باید خود را از زیر بار سنگین خاک بر برهانیم وی در پایان گفته است مرا ببخشایید اگر قلم بر ناگوار و بر سراحت چرخاندم ما به راستی خاک برسریم و زیرکترها محتاج مردمانی خاک برسرند. ادامه رهبری علی خامنه ای با توجه به بیماری های وی و زوال عقلی که به تازگی دچار آن شده چشمانداز روشنی را در اذهان عمومی ایجاد نمی کند. خامنه ای دیگر توان مدیریت یک سخنرانی را هم ندارد. خامنه ای شاید در واپسین روزهای عمر سیاسی خود قرار داشته باشد و از میزان محبوبیتش حتی در بین طرفداران وینیز هر روز بیشتر از قبل کاسته می شود. اگر بنا به حفظ نظام و حاکمیت طبق متودهای فعلی وجود داشته باشد وجود خامنه ای برای حفظ نظام و حاکمیت سوداور نیست زیان ادامه رهبری خامنه ای حتی نظام را در معرض فروپاشی کامل و از درون قرار داده است رهبر ایران چاره جز کنارگیری از قدرت در آستانه قرن پانزدهم هجری شمسی ندارد غلامرضا تاجگردون عضو پیشین شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمان اعتراضهای سراسری آبان گفته است در این شورا تصمیم گرفته شده بود که قیمت بنزین فقط به شرط بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور افزایش شود اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبانه جلوتر از دولت ناگهان افزایش بهای بنزین را اعلام کرد و این کار اعتراضها کشتار جوانان و داغدار شدن خانواده ها را در پی داشت. غلامرضا تاجگردون در توضیحاتش نمیگوید چه کسانی ناگهان شبانه قیمت بنزین را افزایش دادند. وی در ادامه افزود در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته شد که وقتی شرایط امنیتی از یک سو و شرایط اقتصادی و تورمی کشور از سوی دیگر مناسب شد بروند و افزایش قیمت بنزین را اجرا کنند. اما عده این اطمینان خاطر را به رئیس جمهوری دادند که اتفاقی نمیافتد و گفتند فقط دو جا شلوغ میشود که جمعش میکنیم غلامرزا تاجگردون گفته است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی نتوانست درباره این موضوع به توافق برسد و توافق در این مورد در جای دیگر و در یک نهاد زیر نظر مستقیم رهبری به دست آمد وی در ادامه گفته است تقریبا تمامی آنانی که در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را داده بودند در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند و نتوانستند بر سر افزایش قیمت بنزین با یکدیگر به توافق برسند ولی در این باره جای دیگری به توافق رسید و آنجا به گفته تاجگردون نهادی است که با دستور رهبری شکل گرفته و سه نهاد حاکمیتی در آن نشستند و تصمیم گرفتند اینکه آنجا چه ها گذشت هم مفصل است فقط نمیدانم بگویم یا نگویم پیشتر نیز روحانی در این باره ادعا کرده بود که من از رسانه ها شنیدم و روحم هم, هم خبردار نبود خبرگزاری رویترز پیشتر در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دولتی در ایران از کشته شدن حدود 1500 نفر در جریان اعتراضات آبان ماه و همچنین دستور خامنه برای پایان دادن به اعتراض ها به هر شکل ممکن خبر داده بود. رویترز گفته بود که این آمار را سه مقام وزارت کشور ایران که خواستند نامشان فاش نشود در اختیار این خبرگزاری گذاشتند. بر اساس این گزارش دست کم 17 نوجوان حدود 400 زن و همینطور تعدادی از نیروهای امنیتی و پلیس در میان کشته شدگان هستند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.